أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. سورة مبارکه شورا که در مکه نازل شد و مطالع محوری این سوره مانند سایر سور مکی اصول دین است، جزء حوامیم سبع است که درباره وحی نبوت بحثاشون شروع میکنن. فرمودن که این وحی برای آن است که به بشر بفهماند شما خط مشیشون مسیرتون به این سمت است که کارهاتون پرهیز از خطر است یا جذب منفعت است یا برتر از دفع خطر به جذب منفعت به تعالی روح فکر میکنی. بالاخره انسان از این سه قسم بیرون نیست. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود عده خوفم من النار عده شوق الجنه عده حبن و شکرن عبادت میکنن. یه تقسیم جامعی است. بالاخره انسان خط وحشش چیه؟ انسان برای اینکه از خطر بپرهیزد کار میکند یا برای اینکه به بهشت و منفعت برسد میکوشد یا برتر از خوف و رجا به مقام محبت میاندیشد. فرمود بگید در هر مقطعی شما بخواد کار بکنید ولی الله هست. اگر بخواهید برای پرهیز از خطر کار بکنید تمام کارهای خطرخیز در تحت کنترل الله است. اگر برای جذب منفعت مثل بهشت و امثال بهشت تلاش بکنید تمام کارهای منفعت دار تحت پوشش الله است. و اگر برتر از خوف و رجا می اندیشید میخواد به کمالات والای علمی فرشتگان برسید همه معارف تحت پوشش الله است. والله هو الولی. این ولایت مطلقه از نهای اوست. بعد از این که فرمود وحی برای آن است که مردم را از خطر بترسانید و به بهشت تشویق کنید و برتر از پرهیز از خطر و شوق بهشت به مقام والای محبت هدایت کنید، فرمود این حرف را همه نمی پذیرند. برخی ها می پذیرند اهل قبولند و بهشت، برخی ها نمی پذیرند اهل نکورند و جهنم. اونگاه فرمود اگر خدا می خواست همه اینها را یکسان می آفرید. این که فرمود فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر. بعد فرمود ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده. اگر خدا مصلحت را در این می دید همه را یکسان قرار میداد، دیگه فریق و فی الجنه و فریق و فی السعیر نبود.
مستحضری که ذات اقدس اله با اسمای الهی کار میکنند. همین اسمایی که تو دعای کمیل آمده است و اسمایی شلطی ملعت کل شه تو عدیه دعای سمات ندوه و این هاست که با فلون اسم فلون کار رو انجام دادی، با فلون اسم دریار شکافتی و ماننده. مهمترین اسمای الهی در اسم ذات و صفات ذات همون الله است و الرحمن که اینها مثلا اسم اعظمن و سایر اسما زیر پوشش اینهاست در مقام ذات و صفت. و مهمترین اسم اعظم در افعال و کارهای خدا عدل است که بالعدل قامت السماوات و الارض. اگر او رازق است، اگر او قابض است، اگر او باسط است، اگر او احیا دارد، اگر اماته دارد، اگر شفا دارد و مانند آن، همه اینها زیر پوشش عدلند که بالعدل قامت السماوات و الارض. در اسماء ذات ام الاسماء الله است یا الرحمن است به مانند آن. در اسماء فعلیه که اکثر اسمایی که در جوشن کبیر است اسماء فعلیه است، زیر پوشش عدل است. ذات اقدس اله با عدل عالم را آفرید، با عدل اداره می کند، نه با مساوات و مواسات و امثال ذلک. مساوات زیر پوشش عدل است. اونجا که عدل اقتضای تساوی می کند مساوات است، و اونجا که عدل اقتضای اختلاف میکند اختلاف است. اگر افراد را مساوی خلق میکرد، یعنی اگر استعداد و گرایش مساوی خلق میکرد، عالم هرگز منظم نبود، همیشه در اختلال بود، کمبود فراوان داشت. مثلا اگر همه استعداد و گرایش طبی داشتند یا مهندسی داشتند یا روحانی داشتند یا پیشوری یا کشاورزی یا دامداریشتند، یقینا عالم مختل می شد. فبود الناس معادن که معادن ذهب فلفزه. بعضی ها گرایش طب دارن، بعضی گرایش هندسه دارن، بعضی گرایش اخلاق و علوم حوزوی دارن. همه اینها لازم است برای تکامل و حفظ جامعیت اجتماع. پس عدل اقتضای اختلاف دارد، نه اقتضای تساوی. این از در نظم عالم است. در روایات هم هست که الناس در کمال هستند مادام که اختلاف دارند. فیض از تبا حلکو، اگر همه مردم به یک سمت گرایش می‌داشتند، خب این نظام مختل می‌شد دیگه. پس در اداره امور حتما باید گرایش ها مختلف باشه، ولی از در سعادت همه دارای اون نصاب لازم هست. هیچ انسانی از نصاب لازم هدایت محروم نیست. هر کسی را که آفرید این فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها را به او داد. هیچ انسانی در مشرق عالم در مغرب عالم بدون سرمایه خلق نشد و سرمایهش هم الهام فجور و تقوه است، سرمایهش هم فطرت توحیدی است، در همه هم هست. اما کمال اون سرمایه، کمال اون فطرت، کمال اون الهام، این مربوط به تربیت خانوادگی، محیط اجتماعی، داشتن رهبری و مانند آن است. ولی اون نصاب لازم را همه دارن. هیچ انسانی بدون نصاب لازم فطرت، بدون نصاب لازم الهام حضور و تقوا خلق نشده است. پس عدل در مسئله هدایت اقتضا میکند که همه از نصاب لازم هدایت برخوردار باشند. اون تکامل بعدی مال خودشونه. عدل برای تنظیم امور جامعه اقتضا میکند که حتما گرایش ها مختلف باشند. بعضی ها گرایش های طبی داشته باشند، بعضی ها گرایش های مهندسی که نظام عالم سامان بپذیرد. اگر همه به یک سمت گرایش می‌داشتن، یقیناً این اتحاد به تساوی باعث هلاکت جامعه می‌شد. پس عدل است که رهبری همه اسما را به هدایت داد، که کجا تساوی باشد، کجا اختلاف باشد. بالعدل قامت السماوات والارض، و عدل در بین اسمای فعلی خدا اسم اعظم است، چنین که الله در بین اسمای ذاتی خدا اسم اعظم است.
فرمود اگر میخواست شما را یکسان قرار میداد، لکن تکامل برای چی؟ اگر همه را مجبور میکرد به طرف سعادت، دیگه کمالی نبود. یا همه را مجبور میکرد به طرف دوزخ، دیگه کمالی نبود. هر کس بخواهد به جایی برسد، باید با اراده و اندیشه و انگیزه خودش برسد که به کمال برسد. لذا فرمود فریقون فی الجنته و فریقون به سعیر، اما ولو شاء الله لجعل هم امتا واحدتا. این مساوات بود ولی عدل نبود، عقل نبود، حکمت نبود. حکمت در اختلاف هست که هر کسی گرایش خاص خودشی دارد، ولی مجبور بکنه افراد یا به یک طرف خیر یا به طرف شر، این کمالی در کار نیست. در بهش بارها به عرض رسید که تکامل نیست. تکامل غیر از رسیدن به نعمت جدید است. اگر کسی مشمول شفاعت شد، یه فیض جدیدی، یه نعمت جدیدی به رسید، این رو نمیگن تکامل. تکامل اینه که خود انسان یه کاری بکند از درجه به درجه بالاتر برسد. یه همچه کاری در قیامت نیست. و اگر چونچه یکی پس از دیگری نعمتهایی به اون میرسد، یه محصول کارهای دنیایی است. در دنیا اگر به جایی نرسیده باشد که مرتزل مذهب شده باشد، در آخرت مشفوع له نیست. در آخرت جریان شفاعت به دو عنصر وابسته است. یکی اینکه شفیع باید معزوم باشد، مشفوع له هم باید مرتزل مذهب باشد. من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. هیچ کسی در قیامت شفاعت نمی کند مگر به اذن خدا که ذات اقدس اله و انبیا و اولیا و اهل بیت علیه السلام اذن شفاعت میدن. پس شفیع باید معزوم باشد، مشفعون له باید مرتزل مذهب باشد. لا یشفعون الا لمن ارتضا. اگر کسی در دنیا مرتزل مذهب بود، یعنی برابر آیات اولی سوره مبارک مائده که گفت رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام علوی، اسلام فاطمی و حسنی و حسینی علیه السلام، این اسلام مرضی خداست، دین خدا پسند است. رضیت لکم الاسلام دینا، این دین را پذیرفت، دین خدا پسند را پذیرفت، می شود مرتضی مذهب. وقتی مرتضی مذهب شد، مورد شفاعت قرار می گیرد که لا یشفعون الا لمن ارتضا. پس اگر کسی در دنیا کوشش کرد، ایمان آورد و عمل صالح انجام داد و اهل بیت را با قرآن یک جا پذیرفت، این مرتضی مذهب است. نتیجه کار خود را در قیامتی که پس از دیگری به عنوان شفاعت و مانندان دریافت بکند، نه اینکه در قیامت یک کاری بکند به کمالی برسد. خب افسوس در اینه که او علم دارد، دیگه نمیتوند برابر علم عمل بکند. تمام درد و رنج تبهکارا اینه کشفنا انکه غطا که به او میگویند افسهرون هازا امرانتم لا تبسرو. بعد خودش میگوید ربنا افسرنا و سمعنا فهمیدیم این حقه، اما ما را ببر به جایی که بتونیم ایمان بیاریم. فرجه نان عمل ساله ها اون چون زمینش در دنیا فراهم کرده است. رسیدن نعمت غیر از این که انسان کاری بکند که به کمال برسد، این در قیامت ممکن نیست. الان علم تعلیمش کذا، مدارسته حسنه، تعلمش حسن است. انسان یه چیزی که یاد میگرد ثواب میبرد، چیزی رو که بحث میکند ثواب میبرد، چیزی رو که به دیگران یاد میده ثواب میبره. یه همچه کارهایی تو قیامت نیست که مثلا یاد بگیره تا ثواب ببره، یاد بده تا ثواب ببره، اینا ممکن نیست. کشف حقایق است برای انسان بدون اینکه این عمل صالح محسوب بشود، که یک درجه بر درجات او افزوده بشود برای اینکه چیزی رو زحمت کشیده یاد گرفته، از این قبیل نیست. همه کارهایی که در دنیا انجام داده نتایجش که پس از دیگری برای او روشن میشه. برای تبهکاران کشف غطا میشه، حق را میفهمند،
ولی نمیتونن ایمان بیارن چون اونجا جای ایمان نیست. میگن ما را برگردان به دنیا تا اونجا ما عمل صالح انجام بدیم. لذا حرف اول را در افعال الهی عدل میزنن. فرمود به این که اگر خدای سبحان همه شما رو به طرف بهشت یا به طرف جهنم می برد، این مساوات بود ولی حکمت و عدل نبود، این جبر بود ولی اختیار نبود، راه تکامل این نیست که یکسان شما به طرف بهشت یا به طرف جهنم برید. فرمود ولو شاء الله لجعلهم امتا واحدتا اما ولكن يدخل من يشاء في رحمته. مشیتم همونطوری که تو بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه هست برابر حکمت خداست. اصلا هیچ ممکن نیست کسی با وسیله از خدا بخواهد کار برخلاف حکمت بکند. یا من لا تبدل حکمته الوسائل، با هر توسلی انسان بخواهد از خدا و عزالله کاری انجام بگیرد که برخلاف حکمت است، مشیت او هم حکیمانه است. فرمود و الظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، که پایان آیه 8 زمینه است برای برهان مسئله ولایت. کمال برای همه هست اما برای عده حسرت است، برای عده نعمت. برای مؤمن که قبلا به این امور معتقد بود، از راه برهان عقلی یا دلیل نقلی این حقایق را شنیده بود و باور کرد، الان مشهود اوست، لذت میبرد. ولی برای کافر و منافق که این حرفا را شنیده بود و باور نکرد، حقیقت را میبیند و افسوس هست برای او و داغ است برای او و قابل عمل کردن نیست. لذا وقتی خدا فرمود افسحرون هذا و انتم لا تبصرون، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا اما فرجعنا نعمل صالحا، ما را برگردون دنیا که ما قبول بکنیم این حق. تمام مشکل دنیا اینه که اون راه فهم باز است، اون راه باور بسته است. باور، تکلیف، ایمان فقط در قلمرو به دنیاست و دیگر هیچ. از دنیا که گذشتیم فهمیدن هست، اما ایمان آوردن که یک فعل اختیاری است، یک کمال است یا عمل صالح انجام دادن مقدور نیست. لذا میگن فرجعنا نعمل صالحا، پاسخش این است که دنیا بساطش برچیده شد، دنیایی نیست تا شما مراجعه کنید. در جریان ولایت همونطور که تو بحث دیروز ملاحظه فرمودید، یه ولایت عامه است که ذات اقدس اله ولی عالم است، ولی کل است. یه ولایت خاصه است که ولی مؤمنین، نظیر رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه. رحمت رحمانیه که رحمتی وسعت کل شی، یا به رحمت کلتی وسعت کل شی، این شامل همه موجودات می شود و در ردیف اسم اعظم قرار دارد، الرحمان. اما الرحیم در مقابل غضب هست، غضب در مقابل رحیم است، رحمت رحمانیه. بعضی ها مغضوب علیهم، بعضی مورد رحمتن. ولایت هم این چین است، بعضی ها تحت ولایت خاصه ذات اقدس الهی که الله ولی الذین آمنوا. برخی ها فرمود مأواکم النار هی مولاکم که در آیات دیروز خونده شد، فبو شما در تحت ولایت سرپرستی آتش هستید. این که ما تو امه هاویه، ام همون سرپرست و مدبر هست، اصل است، ولی و ناصر خاص برای اینها نیست. اونگاه وارد مسئله ولایت میشن. میفرمان که امت تخذو من دونه اولیا، شما به چه دلیل غیر خدا را ولی گرفتید؟ اگر برای خوف من النار است که کار به دست خداست، و اگر برای شوق الی الجنه است که کار به دست خداست، و اگر برتر از اینها می اندیشید یعنی برای مقام محبت و شکر و امثال اینهاست، کار به دست خداست. لذا فرمود شما که غیر خدا را ولی گرفتید،
با جمله مفید هست، همون فالله هو الولی. درست است که خداوند اولیایی برای مؤمنین ذکر کرده است و درست است که خود مؤمنین را از ولای متقابل برخوردار کرده است، که بود المؤمنون بالمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. اما مسئله ولایت مانند سایر اسما و کمالات که به غیر خدا اسناد داده می شود، برابر توحید همه اینها زیر مجموعه کمالات الهی است که اون کمال به ذات و اصاله است و برای غیر خدا بالعرض و تبع است. در جریان عزت که فرمود لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، این یک طایفه از آیات، در بخش دیگر از قرآن دارد که عزت لله جمیعا، یعنی اگر برای پیامبر و مؤمنین عزت هست، این بالعرض است، به تبع است، مظهر عزت الهی است، مگر نه عزت لله جمیعا. در جریان قوه و نیرو که فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم بالقوه، و اگر فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، و اگر به یحیی سلام الله علیه فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، این سه طایفه از آیات زیر پوشش طایفه چهارم که در سوره بقره فرمود برای اونها در قیامت روشن میشود که ان القوه لله جمیعا، یعنی اگر دیگران از قوه برخوردارن، به تبع است، بالعرض است، فیضی است که خدا به اینها داده، بالاصاله این قدرت مال خداست، اینا از خدا دارن میگیرن. در جریان خلقم به شرح زد، اگر فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، معلومش خالقینی هستند و خدا احسن الخالقین است. در بخش دیگر از آیات فرمود الله خالق و کل شی، یعنی اگر یحیی، اگر عیسی و امثال عیسی سلام الله علیهم کاری انجام میدن و استخلق من التینه کیعت تیره به ازنی یا موتا به ازنی، اگر اینا احیا میکنن، اگر چیزی رو خلق میکنن، اینها بالعرضه و تبع است، اینا مظهر خالقیت ذات اقدس اله هستند، وگرنه الله خالق کل شی. در جریان رزق که فرمود خدا خیر و رازقین است، در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات با حصر، این ضمیر فصل با معرف بودن خبر و معرف لام مفید حصر است، فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، در قبال الله کسی رازق نیست، اگر دیگران رازقن بالعرض و تبع است یا مظهر رازقیت الله هست و مانند آن. احیا همین طور است، گاهی به عیسی سلام الله علیه اسناد میدهد. ولایت هم همین طور است، اگر انبیا ولیان، اولیا ولیان، یا مؤمنان، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیا بعض، اینا همه به تبع است، بالعرض است، مظهر ولایت الهی هست. و اون که ولی اساسی است ذات اقدس اله است که با جمله فلاهو و ولی مفید هست به دیگه، این ضمیر فصل با معرف بودن خبر مفید هست است، فالله هو الولی. پس اگر شما به دنبال ولایت یک شیء میگردید، باید موحد باشید. تنها کسی که تدبیر در اختیار اوست فقط ذات اقدس اله است و غیر خدا هیچ کسی ولی هیچ موجودی نیست. حتی انبیا که اولیا هستند، ولایت اینها از ناحیه ذات اقدس اله است، چون اینها خلیفان دیگر، خلافت یعنی به تبع، اون که استخلفان هست او بالاصاله کار بکند. و این ولی هو یحیی الموتا، مرده ها را زنده می کند و هو علا کل شیء قدیر. چرا ولی است؟ به چند دلیل. وقتی که ذات اقدس اله اوصاف فعلی خود را یا اوصاف ذاتی را در کنار یک مدعای ذکر میکند، هر اسمی حد وسط است برای برهان جدید. تعدد برهان را از تعدد حدود وسطا میشه تشخیص داد. گاهی یک مطلب است و یک برهان با چند تقریب تقریل میشود،
اگر تقریبها متعدد بود دلیل نیست که برهان متعدد است. معیار وحدت و تعدد براهین مسئله وحدت و تعدد حدود وسطاست. اگر حد وسط یکی بود این یک دلیل است، حالا به عبارت های دیگه باید بشه. اما اگر حد وسط چند تا بود چند تا دلیل است. اینجا حدود وسطا فرق بکند، یکی احیای موتاست، یکی قدرت است. 5-6 حد وسط اینجا ذکر بکنند که هر کدام از اینها می توانند رابطه بین اصغر و اکبر باشند. او محیی است، هر که محیی است ولی است. او قدیر است، هر که قدیر است ولی است، پس او ولی است. او حکم است، هر که حکم است ولی است، پس او ولی است. او حاکم است، هر که حاکم است ولی است، پس او ولی است. در بخش دیگر فرمود خدا خیر الحاکمین است، یعنی ما حاکم تو عالم زیاد داریم، زیاد هم داریم. انبیا حاکمن، اولیا حاکمن، نائبان اونا حاکمن، اما همه اینها بالعرض و طبع است. برای اینکه فرمود ان الحکم الا لله، اگر این حسر است معناش اینه که اونها از طرف خودشون حکم نمی کنن، از طرف الله حکم می کنن. هم حاکمیت منحصر به اوست، ان الحکم الا لله. هم حکمیت منحصر به اوست در مسئله معاد، در قضا و داوری، ان الحکم لله. چه حکمی که باعث حاکمیت بشود، مدیریت جامعه و حیات باشد، مال خداست. چه حکمی که حکمیت را به همراه داشته باشد، در کرسی قضا بخواهد ظهور کند، مال ذات اقدس اله است. پس اگر فرمود او خیر الحاکمین است، خیر الفاصلین است، خیر الفاتحین است، در جوشن کبیر این حرف ها زیاد است، یا خیر کذا، یا خیر کذا، یا خیر کذا. این حصرهایی که در قرآن کریم است نشون میدهد که دیگران اگر این کمالات را دارند بالعرض و طبع است. لذا فرمود فحکمه الالله. در سوره مبارکه نساء هم این مسئله را گذروندن که فرمودن اگر یه اختلافی دارید، اول صدر آیه به صورت 3 ضلعی است، بعد وسط آیه 2 ضلعی است، پایان آیه 1 ضلعی، یعنی توحید، یعنی اون تثلیث صدر و تثنیه ذیل، همه اینا به تبع است. عمده توحید ذیل است. در آیه 59 سوره بارکه نساء فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله 1 و اطیعوا الرسول 2 و اولی الامر منکم 3. پس 3 تا مطاع دارید. این صدر آیه است که 3 ضلعیه. بعد فرمود فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. دیگه 2 ضلعی شد، چون اگر درباره خود اول الامر اختلاف کردی، اختلاف کردی که قدیر حق است یا صغیفه، باید به پیغمبر مراجعه کنه دیگر. دیگه در اختلاف بین قدیر و صغیفه که به امام مراجعه نمی کنید. اگر در امامت اختلاف کردی، خب باید به پیغمبر مراجعه کنی. و اگر در پایان پیغمبر اختلاف کردید، روز به الله مراجعه کنید که الله چگونه نبوتی او را امضا کرده است. پس صدر آیه 3 ضلعی است، وسط آیه 2 ضلعی است. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بعد در پایان آیه توحید است، دیگه سخن از پیغمبر هم نیست. ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. برای اینکه اصل نبوت پیغمبر هم ذات اقدس اله باید امضا بکند دیگر. او باید معجزه خود را به پیغمبر بدهد. وجود برای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم استدلال میکرد طبق دستور خدای سبحان، فرمود من از طرف خدا آمدم، برای که امضایی او دست منه. قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. من از طرف کی آمدم؟ من از طرف خدا آمدم. به چه دلیل از طرف خدا آمدم؟ برای که امضایی او دست منه. این کلام اوست، این کتاب اوست. اگر شما شک دارید مثل این بیارید. خب پس نبوت پیغمبر با امضای خدا حاصل است، با تصدیق خدا حاصل است، با معجزه الهی حاصل است. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. خدا شهادت داد من از طرف او آمدم، برای که یک نامی او کتاب او دست منه.
اگر شما شک دارید خب مثل این بیارید. لذا این آیه صدرش سه ضلعی، میانش دو ضلعی، پایانش هم توحید. در محل بحثم که سوره مبارکه شوراست فرمود و مختلفتم فیه من شیئن فحکمو الله. ذیل اون آیه سوره مبارکه نساء به توحید ختم شد. صدر این آیه سوره مبارکه شورا یعنی آیه ده از توحید شروع شد. گاهی از وحدت به کثرت میرسند، گاهی از کثرت به وحدت. این تنوع در سوره مبارکه رعد قبلا ذکر شد که در سوره رعد گاهی از وحدت شروع میشد به کثرت میرسید، گاهی از کثرت شروع میکرد به وحدت میرسید. در سوره مبارکه رعد آیه سه این است که و هو الذی، اول از وحدت شروع شد، اوست که این کارا را کرده است. و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا من کل الثمرات. این در آیه سوم که فرمود اوست که این کارا را کرده است. در آیه چهارم و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل، کشاورزی ها را ببینید، دام ها را ببینید، یه قطعه زمین یه هکتاری رو ببینید، خاکش یکی، هواش یکی، آبش یکی، کودش یکی، شمس و قمرش یکی، باغبانش یکی، اما هیچ برگی با شبیه برگ نیست، هیچ میوه شبیه میوه نیست، هیچ خوشه شبیه خوشه نیست، هیچ شاخه شبیه شاخه نیست. ما این کار رو کردیم که از کثرت به وحدت میرسد. به فعل عرضه قطع و متجاوراتون و جنات من اعناب و زرع و نخیل و سنوان و غیر سنوانه یسقا به ما این واحد، اما به نفضل و بعضها علا بعض فی الاکل این فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. پس گاهی از وحدت و کثرت است که از اول شروع شد اوست که این کارا رو کرده است. گاهی از کثرت به وحدت میرسد. اگر این نظم عالم را بنگرید خدای واحد میرسید. در صدر آیه ده سوره شورا که محل بحث است مستقیما از وحدت شروع کرده فرمود به مختلفتون فیه من شیئن فحکمه الالله ذالکم الله ربی. حالا که این است اول کار رو خودم میکنم، شما هم به دنبال من همین راه رو برید. علیه توکلتو و علیه اونیب، کار رو به دست اون میسپاریم. معنای توکل نیست که مرزبندی بکنیم بگیم این بخش اول مال ماست بخش دوم مال شماست. خیر، در همین بخش اولی که ما داریم انجام میدیم به قدرت تو تکیه میکنیم و شروع میکنیم به کار، نه که مرزبندی بکنیم بگیم تا اینجا کار ما، بقیه رو توکل میکنیم. نه خیر، با توکل زانو اشدار ببند. حضرت فرمود ای قلب توکل، یعنی همین کاری که داری میکنی زانوی شطور رو میبری این متوکلن الالله باشد، نه اینکه اعقل سم توکل. اعقل فتوکل که نیست، سم توکل که نیست، یعنی اعقل متوکلن، نه اینه که بگی این مرز کار من است بقیه رو توکل میکنیم. خب این میشه شرک دیگه که مرزبندی ندارد که این مقدار رو به قدرت خودت انجام بدی بقیه رو به الله. خب این که توکل نشد. توکل یعنی همینی که من دارم انجام میدم این رو به اعتماد به قدرت الهی دارم انجام میدم. چون در آیه بعد برهانی که اقام میکنه تبوت همه چیز کلید دارد، کلیدش به دست منه. آسمان و زمین خلق کردم اما درش باز نیست، نه اینها بی محتوایم نه درش باز، اینا مخزنن، یک یعنی یک خزینن، توش پر جواهره، درش هم بسته است که ایش بشمنه. خب اگر فرمود خدا آسمان و زمین رو خلق کرد بعد فرمود مفاتح داریم مقالید داریم، یعنی چی؟ یعنی توش خبری هست؟ نه، وگرنه دشت باز که کلید نمیخواد که. فهمون آسمان ها مخزن است، کلید دارد، کلیدش بیش منه. زمین مخزن است، کلید دارد، کلیدش بیش منه.
خب حالا اگر زمین مخزن شد، آسمان مخزن شد، همه پر از گوهرها و جوهرهای گرانبها هستند و همه هم کلید دارن، باید کجا میشه مرز بندی کرد که ما بگیم این مقدار کار ماست بقیه رو توکل میکنیم؟ خیر، تمام اون نفس کشیدنهای ما هم به مویی نجنبد از سر ما جز به اختیار، اون اختیار هم به کف اختیار اوست. بنابراین کل این کارها را متوکل انجام بدیم. ذات اقدس الله به رسولش فرمود به اونها بگو علیه توکلتو و الیه اونی. الحمدلله بارم.